سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشه هستم و خوش اومدید به یه ویدیو و یه گیمپلی خاص گنگ دیگه. رفقا این ویدیو رو یه چیزی خیلی خاص میکنه و اونم اینه که داریم 8 انگشتی روی موبایل پلی میدیم و سطح رو میخوایم در حد یه آیپد پلیر ببریم بالا. نگاه کن گودرتو با هندکم اومده هم براتون یه دسته رو معرفی کنم. قبل از هر چیز بچه خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو یه لایک خوشگل بکوبیم که و یه کامنت خیلی خوشگلتر برام بذاریم که یه انرژی خیلی خفنی هم به من داشته داده باشین که بتونم ویدیوهای بعدی رو با انرژی تر و گودرتمندتر بذارم. حالا قبل از اینکه بریم به صورت آنباکس و ایناش برسیم، یه تشکرم بکنیم از سایت خفن آنتی نوب که همین الان میتونین توی دیسکریپشن و کامنت ها سایتشون و لینکش رو تگ کردم. میتونین همین الان برین داخل، بزنین روی لینک و برین داخل سایتشون و این دسته رو خرید کنین. فقط هم این سایت این دسته رو موجود داره. بچه این دسته بهتون بگم که یه دسته هر سمتیش 3 انگشت میتونی باهاش بازی کنی، در مجموع 8 انگشت تو میتونی برای بازی ازش استفاده بکنی و واقعا پیشنهادش میدم بهتون. چرا که من خودم اولش دیدم گفتم شاید خوش دست نباشه. حالا نحوه استفادهش هم بهتون دقیقا میگم. به همه گوشی میخوره، جا برای اضافه کردن فن خنک کننده داره و یه دکمه های زرد رنگی کنارش داره که برای اینکه مقدار تیر زدنش، یعنی مثلا 2 تا تیر بزنه، 3 تا بزنه، پشت سر هم تیر بزنه، اون تنظیمات خاصی داره که حالا یه لینک دیگه ای براتون داخل دیسکریپشن میذارم که اون تنظیمات خاصش رو بریم ببینیم که چطوری عمل میکنه، یعنی مثلا اون پشت سر هم تیر زدن و ایناش در چه حالتیه که میتونین ازش استفاده کنین و خیلی خفنه. و تجربه استفاده خودم رو قراره بهتون از این بدم. حالا یه گیم پلی هم با هندکم براتون گذاشتم که بچه ها نکته جالبی که راجع به این دسته هست، نحوه صحیح پلی دادن باش اینطوری. نگاه کن این شارژ میشه. اینا من حالا چون خودم تجربه استفاده از این تریگرهای لیزری رو داشتم، معمولا کم کم 10 ساعت رو شارژ دارن. حالا در رابطه با این نمیدونم، ولی مطمئنم زیاد تفاوتی نخواهد داشت چون زیاد چیز خاصی ندارن که بخواد باتری مصرف کنه. یه کابل شارژ هم داخلش و یه 4 تا پلاستیک تور فکر کنم به خاطر سر لیزری هاست که داخل باکسش براتون قرار دادن که اگر اون سریاش خراب بشه بتونین از اونها استفاده برش بدین و استفاده کنین. حالا بریم به گیم پلی برسیم که براتون هندکم گذاشتم و شیش انگشت گذاشتم روش. بچه حالا نکته ای که هست بهتون بگم که اگر بخواین 8 انگشتی باش بازی کنین شاید یه مقداری بدقلق باشه، خب، ولی 6 انگشتی باش بازی کنین، انگشت های اشاره دست راست و چپتون رو بذارین روی دوتا دکمه بالا، خیلی خوشقلق تر میشه. چرا که مثلا شما مدام از یه سری دکمه ها استفاده نمی کنین، از دکمه های پایینیش هم برای شلیک کردن و ام گرفتن استفاده کنین. حالا دقیقا چرا دارم این حرف رو بهتون میزنم؟ دلیلش اینه که اگر بخواین 8 انگشت بزنین روش یه مقداری گیج کننده میشه و یه مقداری خوشدستیش رو توی دست ممکن از دست بده، در صورتی که حالا باز این هم برای دست ها و گوشی های مختلف متفاوت خواهد. ولی اونجوری که متوجه شدم سایز بندی داره و به همه گوشی ها میخوره و یه چیز خیلی خفنیه که حتی میتونی فن خنک کننده هم واسهش استفاده کنی. دقت کنین الان من روی مدام شلیک مدام گذاشتم، یعنی این نیست که تون تون تیر بزنه، یعنی یه چیزیه که فقط دکمه رو نگه میداره و تیر پشت سر هم میزنه. یه همچین حالتی گذاشتم و دارم ازش استفاده میکنم و واقعا نه دیلی داره، یعنی تریگرهای لیزری هیچ گونه دیلی ندارن بچه. و تنها چیزی هم که داره خفنش کرده اونم اینه که 8 انگشته. حالا من این هادی که من دارم بهتون میدم راحت ترین شیوه ممکنه که میتونی باش بازی کنی. حالا داخل کلاسیک میخواین بازی کنین، میتونین از دکمه هایی که میخواین اضافه کنین، مثلا نگاه کنین اون دوتایی وسطی رو من اضافه نکردم، یعنی من دارم 6 انگشتی باش بازی میکنم. حالا شما بخواین 8 انگشتی باش بازی کنین چیکار باید بکنین؟ یه دونه دکمه نینجا رو میاری میذاری کنار همین گوشه ام گرفتن و یه دونه دکمه حالا زیپلاین گرفتن یا مثلا چیز بستگی داره خودتون ریلود کردن، که من پیشنهاد نمیدم ریلود کردن رو بذارین چون یه مقداری برای خودم سخت بود بازی کردن اونطوری، استفاده کنین. ولی بازم بهتون میگم حالا اگر بخواین صحیح و یه مقداری من بارها توی ویدیوام گفتم که مثلا اونجوریا به تعداد انگشت زیاد بازی خوب ربطی نداره، ولی خب حالا میبینیم آیپد پلیرها 6 انگشتی بازی میکنن، چرا ما موبایل پلیرها نتونیم 6 انگشتی بازی کنیم؟
و یه چیز خفنی داشته باشیم که راحت بتونی بازی کنی، یعنی این نباشه که هر جا میری آره من نمیتونم، باید نشسته بازی کنم، درازکش بازی کنم. با این دسته میتونین هر حالتی که دوست دارین بازی کنین، درازکش بازی کنین، نشسته بازی کنین، سرپا ایستاده بازی کنین. یه چیز خیلی خفنه و خوشدستی که درست کردن، ولی به هر حال هر چقدرم میگن چی آش بخوری همون قدم باید پول بدی. خب این یه نکته خیلی جالبیه، یه مقداری قیمتش یه مقداری یه خورده گرونه، ولی به نظرم ارزشش رو داره. یه چیز خفن 8 انگشتی گیرتون میاد که اگر گوشی خیلی خوبی داشته باشین که دیگه قوقا میکنین و میتونین نیازمند آیپد هم نخواهید بود، چون سطح و لول بازیتون رو واقعا از آیپد هم حتی شاید بیشتر ببره بالا. حالا این ویدیو رو هم بچه‌ها براتون گذاشتم جهت اینکه ببینین استفاده ازش چجوریه. حالا اون دوستانی هم که میخوان خرید کنن میتونن قبل خریدشون بیان این دسته رو اینجا تست کنن و ببینن. سعی میکنم از این ویدیوها جهت مثلا معرفی وسایل گیمینگ برای موبایل بیشتر براتون بذارم که هم خودم یه تونسته باشم یه چیزی رو به شما بدم و شما هم ازش یه استفاده خاص و خوبی برده باشین. حالا نظری دارین، دسته ای چیز خاصی میخواین بگیرین یا چیز خفنی در نظرتون هست که برای گیم موبایل خوبه، به من معرفی کنین تا به دوستان بگم، به سایت آنتینوب بگم که تهیه کنن و در دسترس ما قرار بدن که بتونم براتون یه ویدیو در رابطه باش بسازم که ببینین چطوریه، بعدن برین خریدش کنین و استفاده کنین. حالا نظر شخصی خودم رو میخواین در رابطه با این دسته بهتون بگم، بچه واقعا دسته خیلی خوبی بود و خیلی چیز اوکی بود. شارژش هم تموم نشد، حدودا یه مقدار زیادی باش بازی کردم، ولی خب چون هندکم میگرفتم فقط همین یکی دو دست اولی که هندکم گرفتم رو براتون گذاشتم و نکته اینجاش اینه که تو این مدتی که باش بازی کردم حدودا شاید 10 ساعتی باش بازی کردم و شارژش تموم نشد. خیلی چیز جالبی بود و این نشون میده که شارژشون خیلی زیاده. و اون حالا من دسته لیزری که خودم داشتم حدوداً یه یک هفته شارژ نگه می‌داشت، اینم فکر کنم در همین حدود باشه شارژ نگه داشتنش و بعید میدونم کمتر از، حالا اول ویدیو بهتون گفتم 10-11 ساعت ولی اشتباه گفتم چون حواسم نبود، ولی مطمئنم اینم باید احتمالاً حالا یک هفته نباشه ولی 3-4 روز شارژ رو دووم بیاره، مخصوصا اگه شمایی که مثلا حالا منی که تایم زیادی بازی میکردم با اون دسته لیزری که داشتم یک هفته منو میبرد بدون اینکه نیاز به شارژ کردن داشته باشه. حالا شارژ کردنشون هم خیلی سریه چون باتری‌های خیلی بزرگ آنچنانی ندارن که بخوای بگی که آره اینطوری. حالا بچه یه بار دیگه هم از سایت آنتی نوب تشکر میکنم که واقعا خیلی لطف کردن و این وسایل رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم یه سری ویدیوها براتون قرار بدیم که بتونید شما هم قبل از خریداتون یه سری ویژگی‌های خاصی رو در رابطه با اون چیزی که می‌خواین به دست بیارین و منم بتونم یه ویدیوی خفن و پشمریزون براتون بیارم. کی باورش میشد یه دسته تریگر بیاد که 8 انگشتی باشه؟ واقعا آره اینطوری هست. بچه راستی اگر ویدیو رو لایک نکردین خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو برای داشت مسئول لایک کنین و حتماً اگر توان خریدش رو دارین و اگر گوشی خیلی خفنی دارین حتما بهش نه نگین، چون سطح بازیتون رو تا لول آیپد میاره بالا و حتی شاید بیشتر، چون رایفل زدن با گوشی یه مقداری آسونتره و یه مقداری خفنتره از اون طرف هم. دیگه به هر حال شاتگان زدن فقط یه خورده سخت‌تره که با این دسته و موومنت هایی که میتونین با این دسته بزنین دیگه واقعا نیازی نداری، یعنی موومنت بروکنی و حتی اگه این بازی رو تازه رو نصب کرده باشی با این دسته راحت میتونی انجام بدی. 6 انگشتت رو کم کم 6 انگشتت رو به راحتی با این هادی که من براتون گذاشتم روی صفحه میتونین ببینین، میتونین ازش استفاده کنین و لذت کافی رو ببرین. واقعا لذت خیلی خوبی داشت استفاده ازش و خیلی خوشدست بود. فقط دقت کنین بچه ها اون دکمه هایی که بهتون گفتم برای شلیک و ایم گرفتن هست، اون دکمه های پایینیه نه اونایی که روی چطوری بهتون بگم، اون دکمه های وسطیه. اگر بخوای 6 تا انگشت رو در نظر بگیری، 3 تا تریگر سمت راست 3 تا تریگر سمت چپ، اون تریگر دومیشو برای ایم و شلیک کردن در نظر بگیرین و بزنین کنار که بهتون قول میدم یه حاد خیلی خفنی خواهد شد براتون و میتونین ازش استفاده خیلی خفنی ببرین و بازیتون خیلی خفن بشه. حتما با این حاد بازی کنین و ازش استفاده کنین. حالا اگرم خواستین دو تا انگشت دیگه بهش اضافه کنین، همونطوری که بهتون گفتم میتونین کلاستون رو اضافه کنین. زارتی فلیک شات داشتی
گوجتمن. حالا میگم هم این ویدیو دست دومی بود که داشتم با این دسته بازی میکردم. حالا بازم ازتون یه معذرت خواهی میکنم اگر سطح بازی اونقدر خوب نبود. همونطوری که میدونین هندکم گرفتن یه مقداری درد سر داری یه مقدار زیادی، واسه همین یه مقداری شاید لول بازی تو این بازی بالا نبود، ولی به هر حال تلاشمو کردم. بچه ها کم کم هم داریم به آخره این ویدیو نزدیک میرسیم. خیلی دوست دارم اگر خوشتون این ویدیو اومد یه حمایتی از داش مسعود بکنین، یه لایک خوشگل برام بکوبین، یه کامنت بهم انرژی بدین که براتون ویدیوهای بهتری بذارم. این ویدیو رو هم به پایان میرسونیم. خیلی دوستتون دارم. کوچیکیم کوچیکه کوچیکینا. تا ویدیو تا دوری دیگه، بدرود.